رادیو همراه بفرمایید. سلام دکتر، وقتتون بخیر. وقت شما هم بخیر، بفرمایید. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار میدین. آقای دکتر، من یه سوالی داشتم راجع به مهاجرت به آمریکا. یه مختصر توضیح راجع به خودم و خانواده‌ام میدم، بعد سوالمو مشخصا میپرسم ازتون. بفرمایید. من و خانمم تو استرالیا زندگی میکنیم. من 6 سالی که اومدم با ویزای دانشجویی اومدم اینجا، دکترا خوندم و تموم شد. خانم 5 سالی که اینجا، یعنی در واقع 1 سال بعد از شروع درس من ما ازدواج کردیم. بعد نه ایشون شما اگر شما پس همدیگر ایران میشناختید؟ بله بله، ما حدودا کمتر از 1 سال با هم دوست بودیم تو ایران. بسیار. نه اونش مهم نیست. حالا فرزندی دارید یا ندارید؟ فرزندمون 2 هفته دیگه به دنیا میاد. اوکی، به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنید؟ من دکترای عمران خوندم و بعد از اون 2 سال مشغول پست‌داک هستم که الانم هستم. خانمم هم تو ایران لیسانس روانشناسی و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی خونده بودن، ولی خب این چند سال 1 سالش رو توی کار بیوتی بودن تو استرالیا. شما در ایران از یه دانشگاه خیلی خوبی فارغ التحصیل شدید یا نه؟ دانشگاه دولتی شهرستان میگه. اوکی بسیار. به من فهم هر دو چند سالتونه؟ من 35 سالمه، خانمم 36 سالشه. هر دو فرزند چند دومید؟ من فرزند اول هستم از 2 تا فرزند، یه خواهر کوچیکتر دارم. خانومم فرزند دوم از 3 تا فرزند، یه برادر بزرگتر دارم، یه خواهر کوچیکتر. خب حالا ماجرای مهاجرت به کجا هست؟ ماجرای مهاجرت به امریکا هستش. ما در واقع به خاطر یه سری مزیت‌هایی که امریکا نسبت به استرالیا داره و یه سری در واقع مشکلاتی که توی استرالیا هست مثل گرونی مسکن اینا، یه تصمیم گرفتیم که اگه بتونیم مهاجرت کنیم به امریکا. البته این تصمیم رو، یعنی شما به این نتیجه رسیدید که یه خانه حالا 100 متر در استرالیا گرونتر از امریکاست؟ بله. اوکی. نمیدونم، چون ببینید امریکا یه جایی است که قیمت خونه یه جا که 100 دلاره یه جای دیگه 10 دلاره. بله. اینکه مهم اینه که شما کجا میخواید به زندگی کنید. بعدم من نمیدونم استرالیا با توجه به وسعتی که داره که معمولا عامل اصلی است در قیمت خانه ها، شما دارید به من میگید ما یه دلیل مهاجرتمون قیمت خونه سالی چه اهمیتی داره؟ من در یه شهری هستم که قیمت خونه ها 100 تاست، یه جای دیگه 1000 تاست، ولی بله. با توجه به اینا معمولا درآمد وضعیت منم هست. حالا شما از چه طریق میخواید به امریکا بیایید؟ ببخشید یه توضیح راجع به این سوالتون بدم. یه تفاوتی که توی امریکا و استرالیا هستش اینه که توی استرالیا در واقع شهرهای بزرگ بیشتر امکان موقعیت کاری توشون هست، که خب اون شهرهای بزرگ همیشه خونه ها گرونترن، مثل سیدنی، ملبورن، بریزبن. در واقع موقعیت کاری چون توی این شهرها هست، آدم مجبور میشه که کار رو توی این شهرها بگیره و خب خونه هم توی این شهرها گرونتره. ولی توی امریکا همچین شرایطی نیستش دیگه. درسته مثلا قیمت خونه به قول شما یه جا 10 دلاره یه جا 100 دلاره، ولی امکان کار گرفتن توی شهر کوچیک‌تر هم هستش. خب البته یه رابطه بین این درآمد و هزینه. حالا بیاید از اون بگذاریم، شما از چه طریق میخواید بیاید امریکا؟ من از طریق پستاک، یه پستاک مجدد من پوزیشن گرفتم. البته 3 ماه پیشم برای ویزا اپلای کردیم، هنوز ویزا گرانت نشده، ولی خب فکر میکنم تو این 1-2 ماه گرانت بشه، چون شروع دوره من اوایل مارچ هستش. اوکی، خب بعد از پستاک تو میخوای چیکار کنی؟ بعد از پستاک من قصد ندارم دیگه تو آکادمی بمونم، قصد این که برم تو اینداستری. خب موقعیت اینداستری توی امریکا هم باز دوباره بیشتر از اینجاست دیگه. میخوام بگم این موقعیت شغلی ها آخر زمین خیلی ایده‌ای کلیه، آخر رشته به رشته داره. یه مقدار رشته هستن من که من بر رشته خودم رو بررسی کردم دیگه. به این نفرسی که شغل و کار برای شما در امریکا بهتر از استرالیا هست؟
بله بله. اوکی. و یه توضیح دیگه این که من یه فرصت مطالعاتی کمتر از یک سال، حدودا 8-9 ماه هم امریکا اومدم موقع دکترام. خب اون موقع هم سعی کردم که خود مثلا در واقع بررسی بکنم، ببینم شرایط کاری، شرایط تحصیلی، همینچه مثلا یه نگاهی داشتم بهش که ببینم چه جوریه که اگه بعدا خواستم بیام. برای همین یه خب حالا صبر کنید، به من بگید از اعضای خانواده شما همسرتون کدوم، استرالیا یا امریکا هستند؟ استرالیا که خیلی هیچ کس نیست، ولی خواهر خانومم دانشجو هستن توی امریکا. اوکی. خب حالا اگر شما با توجه به آنچه که به من میگید این همه ترجیحات و امتیازات امریکا در مقام مقایسه با استرالیا داره، ضمناً امکان آمدنتون به امریکا هم وجود داره، پس دودلی و تردید برای چه؟ من دو تا کالا رو که هر دو این همن، یه جا میگن $10 یه جا میگن $8، خب معلومه $8 رو میخرم، چرا تردید داری؟ بله. چرا براتون سوال هست مسئله مهاجرت؟ دو تا مسئله هستش. یکی این که ما اینجا سیتیزنیم الان دیگه، خب لازم نیست به فکر اقامتی و اینا باشیم. توی امریکا این مسئله دوباره باز میشه برای من و خانومم که دوباره باید دنبال این قضیه باشیم. مورد دوم هم بچه هست. خب همینجا بیستید، نه صبر کنید، همینجا بذار میرسیم به دوم. آیا همسرتون هم میتونن اینجا کار کنن وقتی شما به عنوان پست داک میایید؟ به عنوان پست داک که میام، خب چون بچه تازه به دنیا اومده، فکر میکنم که حداقل تو اون 6-7 ماه اول که نتونن کار بکنن و برای بعدش باید تلاش بکنه که بتونه کار بکنه دیگه، ولی اجازه کار میتونه بگیره. بله اگه منظورت کاره. اینه که خب حالا دلیل دومتون که ترجیحتون استرالیا است نه امریکا چیه؟ دلیل دوم به خاطر ترجیح نیست، بیشتر به خاطر بچه است که نمیدونم اصلا این کار، در واقع این اصلی ترین نگرانی منه که نمیدونم اصلا این کار صلاح یا نه با یه بچه 2 ماهه. خب ما اینجا الان شرایطمون حالا استیبل هستش، بخوام من دوباره این بچه 2 ماهه مهاجرت و دیگه خودتون میدونید در سرای خودش. آقا شما چرا اینقدر ذهنی عمل میکنید؟ فرض بفرمایید الان من اعلام کنم که شما در استرالیا ابدا مقیم نیستی، تو سیتیزن نیستی، تو هیچی نیستی، چه فرقی میکنه برای زندگی و تربیت بچه؟ مهم مزایا یا به هر حال معایبی است که ممکنه یه چیزی داشته باشه. شما با توجه به اینکه میفرمایید یک، ما میتونیم بیایم امریکا از نظر قانونی، مثلا دو، من پستاکم، سه، همسرم هم میتونه کار بکنه از نظر قانونی مشکلی نداره، ممکنه من بفرمایید چه اهمیتی داره که شما اصلا چی هستید؟ این درست مثل بحثی است که من غالب اوقات با دوستان دارم، من اگر میتونم توی خونه زندگی کنم و مسئله مشکلی نیست، حالا چه خونه خودم باشه چه خونه اجاره‌ای باشه، مادام که جنبه اقتصادی بیرونیش فرقی نکنه یا حتی اجاره بهتر باشه، خب اجاره که بهتر از خریده. شما چرا نگران چه هستید؟ ببینید شما اومدید تمام مزایا رو دادید به امریکا، هیچ عیب و ایرادی هم روش نگذاشتید و یه تفاوتی هم که امریکا بهتر از استرالیا به من دادید. من با شما بحثی ندارم، قبول، چون این میگید بر اساس آگاهی اطلاعی چک کردید آمدید رفتید، همه رو من ازتون میپذیرم. پس تردیدتون برای چیه؟ تفاوتش چیه که بچه 2 ماهه در استرالیا باشه یا 2 ساله یا در امریکا باشه؟ مشکلم فقط میگم همین جابجایی با بچه هستش. که چی جابجایی با بچه؟ شما جابجایی با بچه، شما مطمئن میدونم که فاصله زیادی هست، ولی یه سفره، اونم برای بچه تو این سن و سال که احتمالاً بیشترش خوابه، تازه میشه بیشترم خوابوندش، موضوع و مسئله یه دفعه میه تموم میشه. من میخواید ای بیایی تو برید عزیز. درسته. یعنی ببینید من فقط یه کمی به اینجا میرسم که شاید یه نگرانی ذهنی اصولاً دارید، یعنی آدم نگرانی هستید یک، دو، خیلی از این چیزایی که اینقدر محکم به من میفرمایید رو حالا یا به دلیل نگرانی خودتون هم قبول ندارید یا فقط فکر کنید شاید هم این گونه نباشه، یا حالا بذارید یه سوال دیگه ازتون کنم. فرض کنید شما پستاکتون رو اینجا انجام دارید، مطمئنید میتونید در امریکا بمونید، گرین کارت بگیرید، سیتیزن بشید؟ همین دیگه، گفتم بهتون این قضیه گرین کارت گرفتن خودش
به هر حال یه ماجرایی، یه داستانی که خب دقیقاً هم همیشه عرض منم این بوده. ببینید عزیز، همیشه هم عرض من خدمت دوستان این بوده که دو تا چیز پایه اول، یک اجازه قانونی، دو درآمد. این دو تایی باشه حداقل خیلی مسائل حله، ولی اگه نباشه همه چی خرابه. خب شما بیاد فرضتون بر این است که یه پست داک اینجا به قول معروف بگیرید در حدی که میدونید، قوانینی که میشناسید، شمایی که تحقیق کردید، فکر کنید چه احتمالی وجود داره که بتونید اینجا بمونید و گرین کارت بگیرید، مثلا اگر کار بگیرید اونم در یه همچین رده ای. من نظر دارم و میدونم یه چیزایم، ولی مسئله من این است که شما خودتون چی میدونید. چون ببینید عزیز، اگه جایی برای نگران نیست که جایی برای نگران نیست. اگه هست چی فکر میکنید؟ یعنی شما فکر میکنید کسی آمد اینجا این یه دوره حالا نمیدونم، اولا پستا که شما یه سال است یا دو سال است؟ یک سال است. بعد از یک سال به شما چی میشه؟ هست که خب من خودم ترجیح نمیدم که اکستند بشه، ترجیح میدم که بعدش برم رو ویزای کاری، یعنی بتونم کار بگیرم. خب آخه اونو چند روزه حالا هم من هم خانم هم بتونیم در واقع اسپانسری بگیریم، یعنی خب حالا خب حالا اون چه احتمالش هست؟ چقدر میکنه؟ چون این مسئله شما مسئله اقامتتونه که در استرالیا دارید و اینجا فعلا آنگونه که خودتون میگید ندارید. چون اونی که مسئله اصلی شماست و احتمالش مسئله است. یه زمانی احتمالش 95% میگیرید، یه زمانی هست که 20% میگیرید. خب اون عامل تعیین کننده است. در حدی که شما میدونید اطلاعات گرفتید. خب حالا بیاد فرض بر این بگیریم برای 60-70% اصلا نشد. شما گزینه برگشت به استرالیا رو که هنوز دارید، درسته؟ بله. با این راحتید که این نشد برید اونجا یا یه مقدار پولا پشت سرتون خراب میشه، یا شاید این یه سال اینجا تازه کمکتون میکنه؟ بنابراین من فکر نمی کنم. ببینید شما اگر به دنبال اطمینان و امنیتید، ما همچنین در دنیای زندگی نمی کنیم عزیز. ما دنیایی هستیم که همیشه با یه مقدار شک باید تصمیم بگیریم، با یه مقدار احتمالات روبرویم، با یه مقدار ابهام درباره مسائل روبرویم. در جهت توانایی خودمون برای سازگاری با محیط تازه هم یه مقدار شک وجود داره. همه زندگی همین است. اصلا مشخصه انسان اینه که فکر می‌کنین اصلا با توجه به چیزایی که من گفتم، معیارایی که هستش، حالا البته مثلا امنیت اجتماعی بهتر استرالیا اینا رو بهش اضافه بکنید، اصلا ارزش داره؟ من ذاتاً می‌گم که اصلا نه، نمی‌دونم. آخه ببینید عزیز، من سر مورد تکه تکه صحبت شما حرف داشتم و دارم، ولی شما آنچنان محکم آمدید که جایی برای اون نگذاشتید. آیا همسرتون هم صحبتهای من و شما رو شنیدن یا نه؟ بله دارن گوش میکنن. آکه. آیا توی این مدت اگر نه توی این مدت 4-5 دقیقه آیا گفتگوی با هم داشتید و یا چیز خاصی بود که برای شما برجسته شد و میخواید راجع بهش صحبت کنید؟ گفتگو داشتیم بیشتر. اگه بخواید میتونم قضیه مسکن رو یه خورده بازترش بکنم، اینکه یعنی گرونتره، خریدنش سخت‌تره، منظورم دقیقاً چیه. مثلا اگه بخوام عددی بگم، مثلا شما فرض کن اینجا کسی داون پیمنت مثلا $100,000 داشته باشه، کماکان نمیتونه خونه بخره، ولی من فکر کنم با 70-80,000 تا طبق عددی که من دارم تو سایت ها نگاه میکنم از قیمت خونه توی، حالا نه تو کالیفرنیا، مثلا تو ایالتی که خود ارزون ترن، من فکر کنم مثلا با 70-80,000 تا میشه خونه ویلایی گرفت. ولی اینجا شما نه صبر کنین عزیزم، یه ذره حالا که عمر تحقیق بشید مثلا معنی نداره. خونه ویلایی اصطلاحی است که مقدار یا مال استرالیا است یا مال ترکیه است، در یه مناطقش استانبوله. به امریکا خونه ویلایی برای اگه به شما بگم اولین باری که کسی من خونه ویلایی خریدم در امریکا بعد از این مدت که من بودم، شما من بگید این مشخصه این خونه چیه که برای شما اینقدر مهم شده؟ چون ببینید یه گرایش به نظر من کاملا انحرافی در جامعه ایرانه و اون که خونه و زندگی، یعنی بس و سلامتی و زندگی و رشد و بچه و همسر مساویست با یه چیزی یا کمتر از اولی که خونه و زندگی. خونه یعنی چی عزیز؟ به همین جاست که من بارها رو خط رادیو عرض کردم، به عنوان کسی که کمی هم اقتصاد دارم، شو برای بسیاری از مردم خونه اجاره خیلی بهتر از خونه خریدنیه. حالا اون بارده اون بحث نمیخوام بشم، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم که من میخوام اینم ایده شما، چون مجبورم بهتون میگم حرف خونه برای من اصلا یه شوک بود. من پاشم از استرالیا بیام امریکا به خاطر خونه؟
بعد الان مثالی که دارید میزنید تو همون مسیر داره حرکت میکنه. شما فرض کنید با 100 هزار دلار، حالا هرچی، چه استرالیا چه امریکایی، در اونجا میفرمایید نمیشه خونه خرید، ولی چه خونه ای؟ مهم اینه که شما دنبال چه خونه ای هستید و بعدم بهره چیه، قسطش چیه و درآمد شما چه، بعد این خونه کجاست. چون ببینید باز جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، شما میتونید یه خونه رو در امریکا بخرید یه جای، یه جای دیگه واقعا 20 برابر باشه قیمتش، ولی مسئله این است که آیا اون چیزی که باز یه جمله دیگه رو خدمتتون عرض کنم، تو امریکا یه قائم حرفی است که شما وقتی با آدمایی که تو کار خونه هستند، یعنی آدمای تخصصی صحبت کنین، بهشون میگید سه تا چیز خوب خونه چیه، میدونی چی میگن؟ میگن لوکیشن لوکیشن لوکیشن، یعنی محل. بنابراین اصلا این گفتگو به نظر من بسیار بی‌معنی است که اینجا من میتونم با این پول خونه دو اتاق خوابه بگم، چون پنج اتاق خوابه، پنج اتاق خوابه که نه کسی توش میاد نه کسی توش میره، نه اصلا تازه واسه دردسره، تازه یه علائم مهمون رو سرت خراب میشن. این چه امتیازی است که من به جایی که یه جا برم خونه دو اتاق خوابه بگیرم، برم یه پنج اتاق خواب داشته باشم، مگر اینکه من یه ذهنیتی دارم که میخوام ازش عکس بگیرم یا میخوام پدر مادرم رو و فامیل رو همه رو جمع کنم بیارم، حالا بهشون بگم ببینید من به جای خونه دو اتاق خوابه پنج اتاق رو، بله اصلا بی‌معنیه، بی‌معنیه عزیز. ببینید مهم اینه که این ذهنیت ها رو باید مواظب بود که یه مقداری نتیجه یه برداشت های احساسی مال دوران 3 سالگی یا 13 سالگی شعار پدر و مادرمون نباشه. یعنی برای یه آدمی مثل من ابدا این حرفی که شما میزنی برای مقایسه دو تا کشور معنایی نداره. شما به من بگید هوا برای من 10 برابر مهمتر از قیمت خونه است، که جا من برم یخ بزنم یا جا برم از گرما همیشه عرق کنم، اون خیلی مهمتره تا اینکه من تو خونه‌ای که زندگی میکنم 100 متری باشه یا 500 متری. بله مثلا در یه جامعه با توجه به این نوع روابطی که ما داریم، خونه‌ای که شما میتونید داشته باشید در اتاق خونه مهمون خونه داشته باشه، ای بسا در ظرف 1 سال یه دفعه مهمون توش نمیاد تو بره. یعنی ببینید الان مثلا در این از خونه بزرگتر بیشتر به خاطر آسایش و خود راحتی خودم و خانواده است، یعنی اصلا آسایش نیست، اشکال کار شما همینه. مثلا خونه بزرگتر ببینید نه حتما آسایش نیست، نه ببینید نرید تو اون اکستریم. من نمیدونم شما کار تخصص نمیدید، ماجرا این است که یه آپارتمان دو تا خبر باید آپارتمان 6 اتاقه مقایسه کنید، برای که تمیز کردنش، رعایتش، گرم و سرد کردنش، پزینه های مربوط به اون، بدونی که آدمی توش بیاد تو بره. برای تازهش سبب میشه که شما اگر فرض کنید خانواده و فامیل داشته باشید، چون خونه دارید تو وضعیت دارید بیان سراغ شما، و هیچ کس تو دنیای امروز با نوعی که ما زندگی میکنیم دیدش نمیخواد که سالی 3 ماه مهمون داشته باشه. علتی که نمیخوام خدمت رو درس کنم، نگران یه چیزی هستم که من میگم باورهای پابرجای نابجا و زمینای احساسی ما رو به اینجا میرسونه. من بسیاری از آدما رو دیدم که پاشدن رفتن گفتن به جای همین خونه بزرگتری که شما میفرمایید یه جایی، بعد روزی 1 ساعت پشت فرمونند. شما میدونید چه آسیبی به بدن بسیاری از آدما، مثلا تو سن فرض کنین 50-60 سالگی میخوره که 1 ساعت پشت فرمون باشه. میدونید میزان گازوئیلی که میفرسته، حتی اگر اتاق اتومبیل شما بسیار خوب و بسته باشه، به بدن شما چقدره؟ ای بسا 5 سال 2 سال عمر منو کم میکنه، ولی من دلم خوشه که رفتم یه جایی که اینجای خونه میخریدم میگفتن 1 میلیون، جو گفتن 300 هزار، که چی بشه؟ من روز 1 ساعت رانندگی کنم، من چقدر در روز بیدارم؟ من 13-14 ساعت وقت دارم، 7-8 ساعت کار میکنم، من 5 ساعت وقت دارم، 2 ساعت شو بذارم پشت فرمون. به همجاز که الان حتی یه شهری مانند لس آنجلس خیلی زود متوجه شدن این مقدار خونه در همون داونتاون گذاشتن که آدما پیاده بتونن برن از خونهشون به محل کارشون، نه هزینه اونقدر اتومبیل دارن، نه گرفتاری. چون ببینید مثلا هزینه اتومبیل در امریکا چند روز است؟ یعنی ببینید یه موقع است که من یه بحث اقتصادی دارم میتونم باهاتون صحبت کنم، یه زمانی است که نه من یه بحث ترجیحی دارم، اونو میفهمم، ولی باید بدونیم که این ترجیح از یه باور خاصی مربوط به یه دورانی که ما قرار نبوده تصمیم برای آیندهمون بگیریم نیومده باشه، از یه باور 3 سالگی و 7 سالگی و 10 سالگی من نیومده باشه، از یه مقدار شعار مادر بزرگم و پدر بزرگم نیومده باشه، چون اونها خالی و بی‌معنی است و اصلا با واقعیت‌ها نمیخونه. ما امروز در دنیایی هستیم
که مسئله اصلی و اساسیمون سلامتیمونه، چه فیزیکی چه روانی، حق انتخابمونه، آرامشمونه، امنیتمونه، و اینا برخی از اوقات از این طریق میاد. من دوستانی دارم که بسیار علاقه‌مندن، اصلا دوست دارن گل و گیاه، معلومه دنبال یه خونه هستن با حیاط که اصلا روزی دو سه ساعت توی باغبونی کنن و با توجه به نوع زندگیشون. ولی یه آدمای فرض کنید مثل من اصلا تحمل همچین کاری رو یه روز نداره که حالا بخواد بره نوع زندگی به من میگید غلط بده، قبول میکنم، ولی من به دنبال خونه و حیات نیستم. من باش حیاتش چیکار کنم؟ من فرض بفرمایید توی خونه‌ای که هستم، آپارتمانی که هستم، پنت هاوس، بالای سر من یه استخره. من الان 14 سال اینجا هستم، یه دفعه پام تو اون استخر نذاشتم. برای من چه اهمیت داره استخر؟ یه منظره فوق العاده اون بالا داره از داون تاون و فرض کنین دریا و هالیوود هم در مقابلش. من یک شب اونجا نرفتم تو 14 سال. بعد من بیام اینو به عنوان امتیاز خونم بگیرم، خب معلومه من اگر بخوام خونه رو بفروشم میبرم آدم ها رو اونو ببینن، چون آدم ها به دلیل اون باورهای بی حسابشون این رو یه امتیاز میدونن. ولی عملا مثل من 14 سال اینجاست، یک دفعه عزیز بارا نرفتم. یه دونه جایی که حتی میشه جای 500 نفرم هست برای مهمونی، من آدم خسیس بد یه مهمونی هم ندادم. بنابراین یه مقداری چون خودتون بحث خونه رو مطرح کردید، نه اینکه من باش داشته باشم، میخوام بهت بگم که به خدمتتون عرض کنم که یه مقداری تو زندگی باید ببینیم این باور از کجا میاد، این احساسات از کجا میاد که مبنای تصمیم گیری ماست، برای که بعدن در عمل کار نمیکنه. شما الان نگاه کنید تو این خونه‌ای که تو امریکا هست، مثلا تو این آپارتمانی فرض کنید منطقه بیورلی هیلز، یا عالمه مثلا فرض کنید اتاق ورزش دارن، ولی شما اگر مسئولین بپرسید از 50 نفر که تو این یا 100 نفر که تو این ساختمونن، ظرف 100 روز گذشته کسی رفته اونجا میگه هیچ، پس فایدهش چیه؟ هیچی. یعنی یه هزینه است گذاشتنش اونجا، یه نمایش برای دیگران، ولی در عمل هیچ فایده‌ای برای من نداره و من دارم پولشو میدم و دارم هزینهشو میدم برای هیچی. حتی اون اتاق خوابا من بارها عرض کردم که آدم خیلی خوبه به جای دو اتاق خوابه 5 اتاق داشته باشه، ولی مشروط که خوابشو نفروخته باشه. برای من شما که تو این اتاقای خواب یه شب اینجا یه شب اونجا یه شب اونجا نمیخواب این که فکر کنید وای چقدر خوبه. غالب اوقات اصلا ما در رو باز میکنیم، حتی بسیار از ما ایرانی ها خونه هایی داریم که ای بسا روی مبل صندلی هاش هم نایلون کشیدیم، برای که مثلا دو ماه یه دفعه سه ماه یه دفعه ممکنه بخواییم برش داریم. خب چه ضرورتی داره؟ یا وقتی در اینجا شما راجع به خونه اون اوایل حرف می‌زدید که الان دیگه کمتر از ایرانی‌ها من شنیدم، خونه ایرانی پسند. ایرانی پسند یعنی چی؟ اتاقی که خودمون توش هستیم، حمام و هر چیزی داریم، کوچک باشه، مهمش یه اتاق مهمون خونه بزرگی داشته باشه. در حالی که بعضی وقت نگاه می‌کنید 70 80 درصد 90 درصد ایرانی‌ها اصلا تو مهمون خونه‌شون نمی‌رن و نمیان. من از آغاز زندگی هیچ وقت مهمون خونه نشدم، اتاق مهمون خونه و نشیمن من همیشه یکی بوده. اون چیزی که من برای مهمونا می‌خوام برای خودم هم می‌خوام. من دیگر یه اتاق مهمون خونه درست کنم، اونم غالب اوقات ما تازه با این مهمون ها میونه ای نداریم، تازه قبل از هر مهمونی یا بعد از مهمونی بیا عالم گرفتاری داریم. علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم اینه که یه مقداری یه نگاهی باید کرد که مطمئن باشیم با توجه به حال و شرایط امروزمون واقعی است. آنچه که شما به من اشاره کردید میتونه خوب و درست باشه، من اختلاف نظری با شما ندارم، فقط دلم میخواد چرا خدمتتون عرض کردم گفتگوی من با شما برای شما شاید هیچ فرقی نکنه، فایده نداشته باشه، اصلا مهمم نیست، برای دیگران هم متوجه بشن این موضوع یه زمینه سنتی و کودکی و قدیمی داره، ولی وقتی بهش نگاه میکنیم یعنی چی؟ برای من اگر یه روزی بیان به من میگن دو تا خونه یا آپارتمانه، یکیش رو پشت بونش همچی استخری و شرایطی داره که نداره، ولی این یکی حتی $1,000 قیمت اون گرونتره، من حاضر نیستم اون $1,000 بدم، برای من اون $1,000 ازش هیچ استفاده ای نمی کنم. فقط بخوام به ذهنیت داشته باشم که اینجا بهتره. و به همین جهت است که یه مقداری در خصوص ماجرای آرامش و امنیت و راحتی و سلامتی اینا باید به موضوع نگاه کرد، تا اینکه اینگونه گفتن یا خواستن. در اینجا خب معلومه سلیقه ها مختلفه، خواسته ها مختلفه، اونو کاملا متوجه هستم، اشکالی هم توش نمیدم، گفتم با نظر شما مخالف نیستم، ولی وقتی استدلال میشه مخالفم.
یعنی درست مثل این که من بگم خونه تو رو میتونیم یه استخری توش بگذاریم، هرگز هم پا نمیذاری، ولی بیا بابتش $1,000 بده. خب منی که نمیخوام ازش استفاده کنم، برای چی $1,000 بدم؟ آقا اون که شرط عقل نیست، میخوای $1,000 هم برای چی دور بریزم؟ ولی اگر یکی بگه نه من دوست دارم برم، یا یکی بگه دوست دارم این استخرمو به دیگران نمایش بدم و از این طریق من یه احساس خوبی میکنم، خب معلومه که اون مسئله میتونه توضیح و توجیه داشته باشه. به هر حال یک کمی اوضاع رو ارزیابی کنید. من مخالفتی با مهاجرتون مطلقا از استرالیا به اینجا ندارم، ولی درباره اون 5 تا موضوع اولی که براتون مهمه یه مقدار مطمئن باشید که اینا هم واقع بینانه است، هم با توجه به شرایط و وضعیت و نگاه و ذهنی که شما دارید همخوانی داره. بعدم تازه همه اینا وقتی تفاوتا 5% 10% اونقدر اهمیت نداره. و بعدم همیشه من اون گوشه ذهنم ناچار خدمتون میگم، چون متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، صفای گوشه ی آرام آشیان چون هست، نگاه دار و به آرایش قفس مفروش. یه مقداری باید مواظب باشیم که اون آرامش است که در اون صفای گوشه ی آرام آشیان هست، اما توی یه قفس طلایی یا برلیان نیست. این اون چیزیست که اهمیت داره تو زندگی، اون مواظبش باشیم. همونطور که عرض کردم متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام من می‌کنم.